تعریف کرده ما در قبال جمع بدن قبال انقلاب اسلامی چی؟ ما امروز چقدر داریم مایه میذاریم برای انقلاب و چقدر داریم با استفاده از بیتوتال جنگ رو پیش میداریم و آیا این که ما برای و من نسل بود الله که خدا باید فرمانده و امام هم این همه تکیم و ما دو تا مرد به دو مرد یکی نصفت خداست در داخل عملیات ها عملیات بدنوری شروع میشد ببینید در طول 8 روز وسعتی که جدن یه همچین زمانی لازم داره از نزدیک دادن بره داخل و بخواد فقط الان که منطقه دست خودمونه بازدید بکنه جدن شد یه هفته ای نشه رفت همه این مواقع رو از نزدیک و از جریان رو شروع شده ولی کل عملیات رو 6 روز هفت این فقط یاری خدا شق دوم که خود این عملیات ما یاری خدا یعنی اینجوری نبوده که ما در امان ستاد یا مهمان مرد و کربلا یا قرارداد دیگه یا ستاد عملیات یا غیر مطالعه بیایی بگیم ما تلاش رو زیاد میکنیم پس عملیات شروع چرا عملیات را الان نقل کنیم؟ به دلیلی که تلاش کرد به دلیلی که معنویت کرد نه اینا نیست الان معنویت به قوت قبلش در جهده این نیست که معنویت ما فقط یه باید تذکر دادن که معنویت ما فقط یه در گریه کردن ببینیم که بچه ها چجوری در دعا گریه میکنن آره این یه شق قضیه اما شق دوم قضیه اینه که این بچه ها گریه میکنن و در جبهه دارن دراز مدت کار میکنن انگیزه که الان ما تیم ها بودارن تیم هایی دراز مدت میشن لشکر ها بودارن لشکر های ثابت نظام میشن که خودش یه مهم قوی تر از معنویت گریه کردن و روزه خانی بخونه که خیلی هم بادش اهمیت قائلی شکل ابراز این معنویت ولی اثر و نمود این معنویت در داخل به این اون است که ما بیان اینجا کار اگر میبینید در یه تیم یه نیرو میاد و یه مدت قلیلی میمونه بعد به دلیل مطرح کردن یه سری مسائل خانوادگی یا غیر خانوادگی عنوان میکنه که من میخوام برگردن اینه که معنویت رو ذهن کرده اینجاست که معنویت میخوام میخوام برابر خودم از گریه زجه بزنه و بیحال بشه این ملاک نیست ملاک اونه که اثر این معنویت در عمل کرده عین عمل انقلابیش چیه اینه که ما باید از یاد این شهدا بکنیم که جدن شیشان همین که اینا با 330 میلیون در اومد بیارن همین هم خب الان خود رعایت میکنیم